کشمش که یکی از مرغوب‌ترین نقل و مصادراتی محصولات زراعتی ولایت هرات محسوب می شود، امسال بازار فروشاتشان کمرنگ بوده و این امر باعث نگرانی انگورداران این ولایت شده است. آنان از حکومت می خواهند تا زمینه بازاریابی و فروش محصولات زراعتی برایشان مهیا شوند. همیشا بالاخره کاروبار خدا رو شکر بگرده در روز برخورد نداره، در آخر ورتا ساعت ما نمیتونه هر چی بار بیایم ما اینجوری کار خود ادامه میده. آره خدا داره خیری واکنه، ببینید دیگه پناه و خدا کار ما فعلا که ادامه داره دیگه تا آخر کار نه به فروش نمیرسه، این انبار میشه، کل بار ما جمع میشه، اینو پا کلا پرتی میشه، همه خوب و خراب همه چینده میشه، سرد میشه، بعد از اون به بازار عرضه میشه. بازار برو دیگه فعلا دست خدا امیت انبار اینو چینده تا ببینید که اول خریدن کو شروع دیگه بخیر ان شاء الله تا ببینید فروشات از این بگر چه فلان هیچ گپ اینه برو رو میتونه میخریم با انبار چین وضعیت بازار فلان کسی بی چیز چیز گفته نمیتونه برو. از سوی هم شمار از مسئولان کارگاه های کشمش آبجوشی در این ولایت نیز در صحبت با پشواک بدین باور است که نبود بازار و عدم مشتری باعث شده است تا به تعداد چند باغدار با هم یک جا شده و انگورهای خیش را به شکل سنتی آن به کشمش تبدیل نمایند. چندین باغ ما انگور خور انگور داخل باغ خود شما میفهمید که با باغ نمیمونه انگور. ما میاریم اینجا چندین باغدار اینجا انگور خور اوجوشی میکنیم. بعد از اوجوشی اینا بازار خاص فعلا امسال نیه برادر. انگور جمع میکنیم، کشمش میکنیم، میبریم اینا رو گودام میکنیم به داخل خونه ها خوب. و بازار هم بازار نداره. امسال دیگه سالا ما تاجرای داشتیم که می آمدم به مینجگا از امی کشمش از ما خریداری میکدم. بم سر امی میدون از ما خریداری میکدم. زنگ میزدن که می بار از مانه و امسال تا حال هیچ گونه همکاری نشده و خریداری هم ما نماده به اینجا که بار از ما به خریداری کنه. و ما هم به چانس خوب امی به خاطر که امی انگور ما خراب نشه چندین باغدار جمع شدیم اینجا که همی کشمش اوجوش جور میکنیم کشمش میکنیم و داخل خونه ها میچینیم. خواست ما خو از دولت اسلامی، امارت اسلامی، از تاجرین ما، از کسایی که در رأس می کارم ما نیازمند به کمک از اینا هستیم. در همین حال جلیل احمد عبیبی مسئول انجمن باغداران ولایت هرات ضمن تایید این مطلب می گویند که از سال گذشته تا اکنون قیمت های کشمش ها الا 5 برابر پایین آمده که این ضایع بزرگ برای باغداران این ولایت است. خواهش باغدارا اینه اگر کسایی که کار اوجوشه میکنن اونا متضرر بشن 100% دهقان متضرر شده و حال هم از سال گذشته قیمت که گفتم 5 برابر یعنی 500% پایین آمده. از 450 افغانی به 90 افغانی انگور بیترین انگور اوجوشی امسال خرید و فروش میشه. بازم رای معلوم نیه که اینا چه کار میشه و کجا میره و تا حال خریدار هم برای از اینا پیدا نشده. و بنان از امارت اسلامی خواهان از اینم که به همکاری تاجرای که به صادر کننده میوجات خشک که از این حال اگر دست به کار نشن شاید اگر امسال جوشی ها متضرر شدم سال بعدی فکر کنم کسی به ده افغانی هم انگور جوشی خریده رینا. با این همه مسئولان ریاست زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات از حمایت تجار سخن گفته و می افزایند که در زمینه صادرات کشمش تلاش ها جریان دارد. امور و دیوت همیشه کوشش کردی او پا در بخشو که مو کشمش خانه هم ورت جوری کردی چید از مور حاصلات انگور چه زیادی ری حقا با بیا که پا کشمش تبدیلی ری او داسی نور لکه سردخانی ده هغو پیشنهادونه مهم کردی و ده حقنو تو مهم ده خبره کرده و تجارو تو مهم کرده چه حقا بی هم پا دیه بخش که سرمایه گذاری و که اموش هم انشالله خپل وست و توان پا دیه رابطه پندی ندریغه و همیشه کوشش که و چه ندوی سره هم کاری.
قابل یادآوری است که کشمش در هرات یکی از اقلام مهم تولید زراعتی این ولایت محسوب می شود. کشمش در حال حاضر بازاری برای استفاده در این ولایت نداشته است و زمان صادرات این محصولات نیز به مدت 6 ماه از تولید تا استفاده آن می باشد که به گفته انگورداران اگر در این مدت کشمش به بازار عرضه نشوند فیصدی از بین رفتن محصول بالا می رود. آژانس خبری پژواک انعکاس دهنده حقایق.